در ادامه انتقادهای مقامهای امارت اسلامی از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و ایران، یک بار دیگر معین سیاسی وزارت خارجه از بازداشت مهاجران افغان در این دو کشور انتقاد می کند. شیر محمد عباس استانگزی می گوید که این مهاجران به بهانه نداشتن اسناد قانونی بازداشت می شوند، در حالی که تمام آنان اسناد قانونی با خود دارند. به باور آقای استانگزی، اخراج مهاجران افغان به دلیل آوردن فشار سیاسی و اقتصادی بالای امارت اسلامی است. پاکستان او د ملګر ملتونو یو انچار تر منځ امضا شوی د خلاف دغه پروګرام ده، او په پروګرام کې دا ویل شوی چې افغانان هر وخت چې وغواړي په خپله خوښه افغانستان ته لاسي په زور فشار باندې سویستل کېږي، مګر نن تاسو وینئ چې د فشار په توګه باندې دا استعمالیږي. همزمان با این، سرپرست کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که مهاجران افغان در کشورهای همسایه در شرایط ناگوار قرار دارد. نصیر احمد فایق از جامعه جهانی میخواهد تا به وضعیت مهاجران افغان توجه جدی کند. آنان با شرایط ناگواری روبرو هستند. بسیاری از آنان به خدمات اساسی، به شمول خدمات صحی، تعلیم و تربیه و کار قانونی نیاز دارند. در سوی دیگر، وزارت سرحدات و امور ایالتی پاکستان در خبرنامه افزوده است که افغانهایی که در پاکستان دارای کارت اقامت یا POR یا کارت شهروندی افغانستان یا ACC هستند، می توانند برای مدت کوتاه در پاکستان بمانند و پلیس حق بازداشت و اخراج آنان را ندارد. کم کسان رجستر دی او هغه حق لري چې په پاکستان کې پاتې شي تر څو چې هغه په خپله خوښه لکه د پاکستان نه ووځي، نو باید چې هغه ونیول شي او هغه ته نور تکلیف ونه رسي. این در حال است که به تازگی بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی، کمیسیون برای رسیدگی به وضعیت مهاجران برگشت کننده تشکیل شده است. اما اظهارات اخیر وزیر داخله پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی به شمول مهاجران افغان تا ماه نوامبر سال جاری، نگرانی مهاجران افغان در پاکستان را نیز برانگیخته است.